سلام خدمت دوستای عزیزم، با درود بیکران خدمت شمایی که دارین همکنون این ویدیو رو نگاه میکنین. من از شما تشکر میکنم، لطفاً برای دلگرمی بنده حتما سابسکرایب کنین، حتما رینگ بل رو تاچش کنین که ویدیو آیندهم به سمع و بصر شما برسه و من بسیار از این کار شما متشکرم. من امروز قرار یک خوراک لوبیای چیتی به روش مکزیکی و اونی که مکزیکی ها میپزن رو به شما یاد بدم که بهم میگن فوری رو چر. این خوراک لوبیا یه مقداری چرب هست، چون از موادی که استفاده میکنیم چرب هست و یه مقداری به قول الانیا ناساله، ولی خب گهگاهی لازمه که ما یه به اصطلاح زنگ تفریحی هم به خودمون بدیم، یه مقداری غذایی بخوریم و لذتشو ببریم و گهگاهی به نظر من هیچ ایرادی نداره. و همینطور که میدونین مکزیکی‌ها با لوبیا و با کلن با حبوبات، مخصوصا با لوبیا چیتی، غذاهای متنوعی رو دارن و خیلی خوب بلدن که از اینها چجوری با ترکیبات اینا چیزهای بسیار غذای بسیار خوشمزه با ادویه‌های خیلی خوشمزه درست بکنن. خب ما به چیزی که احتیاج داریم، اولین چیزی که لازم داریم یه گوشتی هست به نام چوریتوس که این چوریتوس رو شما تمام فروشگاه میتونید بخرید که مال خوکش هست، مال گاوش هست و گوشت بسیار چربیه. برای صبحانه حتی ساسیج هم که میخوان درست کنن توی از این گوشت استفاده میکنن. یه مقداری ما در حدود 4-5 تا سوسیس یا هات داگ احتیاج داریم و همینطور بیکن در حدود 5 قطعه ما بیکن ضخیم احتیاج داریم. اگه بیکن شما ظریف و باریکه اونو بکنینش 10 قطعه. و همینطور احتیاج داریم به اینو بهش میگن به اصطلاح فراید پورک سکین، ولی در حقیقت پوست خارجی خوک نیست و این چیزی که هست اینه که چربی ما بین گوشت و پوست خوکه که این رو فراید میکنن به صورت چیلی در میاد که من یادمه تو ایران خیلی ها دنبه رو همین کار میکردن، سرخش میکردن، از روغن نمیذارن، میذاشتن تو روغن خودش و این حالت جامد به خودش میگیره، بهش میگفتن چیلی. ما به یک نصف یک پیاز احتیاج داریم، همینطور که میبینین 3 تا دونه حبه زیر، 1 دونه کرفس، میتونیم جعفری و یا میتونیم گشنیز استفاده کنیم، گشنیز خیلی بهتره، و هالوپینیو و فلفل تون. هالوپینیو و فلفل تون. ما به لوبیای چیتی احتیاج داریم یا پینتو بین که من از قرار از کنش استفاده کنم، از به اصطلاح یک کن بزرگ و یک کن کوچیک، یا حتی میتونید لوبیا چیتی رو در منزل اون رو از روز قبل خیس کنید و بعد خودتون اون رو بپزین. دیگه این من تنبلم، به هر حال این بستگی به میل شما داره. همزار احتیاج به یک کن یا دو کن گوجه داریم که اون رو، این من دایس تومیتو هست که این رو میتونید گوجه معمولی هم خرد کنید، دایسش کنید و بعد من بهتون میگم کجا و چجوری استفادهش میکنید. و تنها ادویه‌ای که لازم داریم ما به غیر از نمک که اون دلخواه و هر کی هرچی میخواد، ما آبشن احتیاج داریم، یک قاشق غذاخوری. و اگر از جعفری برای سوی این خوراک لوبیا استفاده کنیم که من پیشنهادم شما گشنیزه، اگه جعفری استفاده میکنیم نصف قاشق پودر تخم گشنیز هم ما لازم داریم. بیکن رو من خرد کردم، چوریسو از روی مثلا چونتون آیلونه وسط نصف کردم که حاضر باشه و همچنین سوسیس ها من ببینین من خرد کردم. حالا میریم سر مایتابه. مایتابه میزنیم رو شعله که قشنگ چی داغ بشه و وقتی که یه مقدار داغ شد من این بیکن رو اصلا روغنم نمیزنم چون بیکن چربه و خودش روغن پس میده، من بیکن رو اضافه میکنم به این مایتابه و میذارم که به اصطلاح یه مقداری رنگ بیکنمون عوض بشه، بعد سوسیس هم رو به این اضافه میکنم. بیکن من که به روغن افتاد گفتم سوسیس اشتباه کردم، من اول این چوریسو رو بهش اضافه میکنم و به اصطلاح میذارم که چوریسو هم کاملا مخلوط بشه و کمی بره تو پخت. من الان چوریسوی که میز کرده بودم و
اضافه کردم به بیکن، ببینید چقدر بیکن روغن پس داد و خود چلوسی هم گوشتش چرد، اینم مطمئنه روغن پس میده. من فقط سعی میکنم اینو به سلا خوردش کنم، مثل گوشت چرد کرده اینو به هم چسبیده و با بیکن هم مخلوط میکنم تا یه مقداری که این هم به سلا حرارت دید و یه مقداری پخته شد، من چکار میکنم؟ سوسیس رو بعد بهش اضافه میکنم. وقتی که این یه مقدار پخته شد، من این به سلا هاتداگ و سوسیس هم بهش همینطور اضافه میکنم و همه رو با هم مخلوط میکنم و در حدود یه 5 دقیقه میذارم که اینا با هم دیگه مخلوط میشن، به سلا بپزن و مرتبا هم همشون میزنم. همجوری که ملاحظه میکنین، ببینین من اینا الان تقریبا پخته است، چون اینا حالا قاطی خود به سلا لوبیا چیتی هم قرار بپزه، نمیخوام که دیگه خیلی کاملا اینا پخته بشه. بازم هر جوری که دوست دارین، اگه فکر میکنین که دوست دارین که به سلا گوشتتون یا بیکنتون خیلی کریسپی تر یا کرانچی تر بشه و به سلا کاملا سرخ بشه، میتونین حتی بیشتر هم بپزین، ولی من دیگه لزومی نمیبینم. بنابراین چراغش رو الان من چیکار میکنم؟ خاموش میکنم و میرم سبزیجاتی که خدمتتون عرض کردم رو به سلا خرد میکنم. من کرفس رو یه ساق خرد کردم، هالوپینیم رو خرد کردم، تخم هالوپینیم هم گرفتم برای اینکه زیاد تون نشه و اون سه تا فلفل به سلا ریزم و همینطور پیاز، نصف پیازی که به خدمت عرض کردم و این هم میتونه گشنیز جعفری باشه، من جعفری خونه داشتم و پودر تخم گشنیز نیز بهش اضافه میکنم و همینطور سیر. سیر رو ما لازم نداره که خیلی ریز خرد کنیم چون توی این سوپ به سلا له خواهد شد، ولی بازم اگه دوست داریم میتونیم ریزتر سرخ کنیم، خرد کنیم و ما همه اینا رو تو روغن با هم دیگه در هر سر تفت میکنم. چیکار میکنم؟ من این کنای پیتنومیل رو باز کردم، اینو میریزم با حتی آبشون، باید بهش آب اضافه کنیم حتی بیشتر از اینی که داره، توی دیگ و میذارم که به اصطلاح یه مقداری این داغ بشه و حتی به نقطه جوش برسه. من حتی به این آب اضافه میکنم. لوبیا ما پخته هست، بنابراین فقط ما میذاریم که به نقطه جوش برسه و شورش رو کم میکنیم. من آبم بهش که اضافه کردم و فکر کنم فعلا آبش کافیه، بعدم میشه مجدداً آب معمولی آب سبزیجات رو کرد و این آبشم یک قاشق غذاخوری و نصف قاشق غذایی تخم پودر تخم گشنیز و یه مقداری نمک. من اینم الان به این لوبیام اضافه میکنم و همش میزنم. اگه لوبیا شما به اصطلاح پخته نیست و لوبیا خام استفاده میکنین، قبل از اینکه چیز دیگه بهش اضافه کنین، فقط لوبیا رو با یه مقدار نمک میپزین و مطمئن میشین که لوبیاتون پخته است و وقتی به مرحله پخته شدن رسید، اون موقع چیزهای دیگه رو بهش اضافه میکنین. ببینین آب من جوش اومده، من این سوسیس و چوریسو و این بیکنم رو خیلی آهسته به این اضافه میکنم. روغنش میخوام زیاد نگه دارم به خاطر که میخوام سبزیجات رو توش چیکار کنم، به سلا سرخ بکنم و اینو هم میزنم، شولش هم کم میکنم. یک دونه فلفل قرمز مکزیکی، این زیاد تند نیست از این باریکاش، فقط طعم دودی میده، یه طعم خیلی خاص و ویژه میده. من اینم نه میشکنمش نه خوردش میکنم، فقط همینجوری اضافه میکنم، خودش تو آب خیس میخوره. و مطابقی که توش گوشتم اینا رو سرخ کرده بودم، روغنش گوشتم اقوه باشه، من سبزیجاتم و چی همه رو با هم میریزم توی این مطابق و تو همون روغن یه مقداری چیکار میکنم؟ تفتش میدم. گوجه دایس شده یا تیک تیک شده رو من بهش اضافه میکنم. هم میگنیم سراغ خوراک لوبیا و ببینیم این گوجه و اینامون رو خیلی آهسته یواش میریزیم که به صلاح
خوراکمون به بیرون نپاشه یا پرتاب نشه. اینو همش میزنیم، رو شعله بسیار کم میذاریمش. ببینید وقتی که به سلا گذشت، من الان آرگی اینو بهش اضافه کردم. ببینین اینو بهش اضافه میکنین و چیز حدود 10 دقیقه قبل از اینکه شما سروش بکنید و حتی برای تزیین یه ذره خوشگل میذارم کنارش و خیلی خیلی عالی و خوشمزه است.